سلام، خوش اومدین به 77مین شماره از سرخابی ترانسفر. امروز شنبه 23 مرداد ماه، آخرین اخبار نقل و انتقالات 24 ساعت گذشته فوتبال ایران و داغ‌ترین خبرهای این بازار رو مرور می‌کنیم. تمایل ناگهانی استقلال برای جذب یک ستاره. استقلال مشتری جدید نادری. در شرایطی که طی روزهای گذشته اخباری درباره توافق محمد نادری با گلگهر منتشر شده بود، نمایش نسبتاً ضعیف ابوالفضل جلالی در بازی مقابل سپاهان باعث شد تا بحث بازگشت نادری به استقلال دوباره مطرح بشه. عدم رضایت از نمایش جلالی در بازی اول مدیران باشگاه رو به این فکر انداخته که دوباره به سراغ نادری برن. ممکنه در همین راستا نام یکی دو بازیکن تا پایان فصل نقل و انتقالات تابستانی از لیست خارج و جا برای جذب بازیکنان جدید باز بشه، چرا که با بازگشت مهدی قایدی به استقلال لیست آبی پوشان تکمیل شده. یزدانی جانشین احتمالی حسینی. بعد از کشوقوس‌های فراوان، سیاوش یزدانی موفق شد معافیت دائم خود از خدمت سربازی رو دریافت کنه و به باشگاه استقلال برگرده. با توجه به تکمیل بودن فهرست نفرات آبی پوشان، یک بازیکن باید به اجبار در لیست مازاد قرار بگیره. بر همین اساس از اردوگاه آبی خبر میرسه سید محمد حسینی یکی از محتمل‌ترین گزینه‌ها برای جدایی از استقلال. همچنین با توجه به ترافیک خط حمله آبی ها، این احتمال وجود داره که یک مهاجم از لیست آبی پوشان خط بخوره. بمب بزرگ آبی ها وارد تهران شد. باشگاه استقلال در هفته‌های گذشته مذاکرات متعددی با مدیران شباب الاهلی داشت و در نهایت طرفین برای انتقال قرضی و یک ساله مهدی قایدی به توافق رسیدند تا این بازیکن یک بار دیگه به تیم سابقش برگرده. قایدی شنبه شب از امارات راهی ایران شد و بامداد یک شنبه به تهران رسید تا قراردادش رو با آبی پوشان تهرانی به صورت رسمی امضا کنه. یک سوری رقیب دیابته برای حضور در پرسپولیس. هرچند رضا درویش مدیر عامل پرسپولیس با توجه به تخفیف شیخ دیابته و تمایل اون به حضور در پرسپولیس برای جذب آقای گل اسبق لیگ برتر تمایل زیادی داره، اما اختلاف نظر بین یحیی گل محمدی و درویش بر سر خرید این بازیکن باعث شده تا نام یک مهاجم دیگه برای حضور در جمع سرخ پوشان مطرح بشه. بر همین اساس از باشگاه پرسپولیس خبر رسیده محمود المباس، مهاجم اهل سوریه و 29 ساله باشگاه اشرطه عراق، به این باشگاه پیشنهاد شده. این بازیکن که تجربه حضور در لیگ ستارگان قطر و لیگ برتر رومانی را هم داره، در 72 بازی برای تیم ملی سوریه موفق شده 14 بار گلزنی کنه. یونس دلفی گزینه داخلی سرخپوشان پایتخت. یونس دلفی که از اواسط نقل و انتقالات تابستانی گزینه داخلی یحیی گل محمدی برای خط حمله سرخپوشان بود، بعد از عدم مذاکره باشگاه پرسپولیس با اون به سراغ مذاکره با چند باشگاه داخلی دیگر رفت، اما همچنان بازیکن آزاد محسوب میشه. در این بین یحیی گل محمدی بار دیگه به جذب این بازیکن علاقه نشون داده و چنانچه پرسپولیس با دومین گزینه خارجی برای خط حملش به توافق نرسه، به سراغ خرید این مهاجم خواهد رفت. دلفی که با استقلال خوزستان به فوتبال ایران معرفی شد، سابقه حضور در فوتبال اروپا را هم داره و طی چند فصل گذشته در دو تیم شارلوای بلژیک و اچ ان کای کرواسی توپ زده. تمیروف در لیست مازاد یحیی. شنیده میشه پس از عملکرد ضعیف شرزو تمیروف، مهاجم پرسپولیسی ها در بازی با زوباهن، یحیی گل محمدی در تصمیم قبلی خود برای حفظ این بازیکن ازبک تجدید نظر کرده. بر همین اساس تمیروف تا قبل از پایان نقل و انتقالات به محض خرید یک مهاجم جدید از فهرست سرخپوشان خط خواهد خورد تا یک بازیکن دیگه در پست اون جایگزینش بشه. جدیدترین خارجی های لیگ از اوروگوئه و تاجیکستان. سرمربی صنعت نفت اعلام کرد که این تیم با دو بازیکن خارجی به توافق رسیده و اونها به زودی راهی آبادان میشن. رضا پرکاس در همین رابطه گفت:
یکی از بازیکنان ما اهل اوروگوئه است و در لیگ این کشور بازی میکنه و حتی سه روز پیش نیز یک پاس گل داد. اون بازیکن آماده است و به محض حضور در آبادان میتونه برای تیم به میدون بره و نیازی به بدنسازی نداره. دومین بازیکن نیز اهل کشور تاجیکستان. هر دو بازیکن در بخش تهاجمی بازی میکنند و این میتونه خیلی به ما کمک کنه.